نکته که برای من خیلی های اهمیت هست اینه که تو به عنوان یک جامعه شناس داری در آمریکا زندگی می کنی در ایالت کالیفرنیا که وضعیت آبش رو در طول چند سال اخیر دیدی که مردم چگونه مشارکت کردند با دولت محلی و با وضعیت موجود از اون طرف میبینیم که آب در کشور ما در جای جای کشورمون داره منابعش از دست میره و میزان مشارکت عمومی بسیار کمتر از حد انتظار هست مردم بخش مختلف کشور حاضر نیستن به کمک قسمت هایی برن که آب زیادی رو از دست دادن و زندگیشون بر باد رفته تفاوت میان مشارکت اجتماعی در آمریکایی که دیدی و ایرانی که توش بزرگ شدی رو در چی می‌بینی؟ شاید مهمترین تفاوت اینه که مردم در آمریکا حکومت محلی رو دشمن خودشون نمی‌بینن اما در ایران دقیقا عکس این هست بزنی یه مثال خیلی ساده برات بزنم من خاطرم هست توی ایران خودم که زندگی می کردم چیز حدود 7 سال پیش 8 سال پیش هنوزم اینقدر این ماجرای کمبود آب تا این اندازه در حالت بحرانی قرار نگرفته بود وقتی صحبت می شد که فلانی شیر آب ببند شاید خود من نوعی می گفتم تو مملکتی که آبش رو اگه من مصرف نکنم اینا شیشه می صادر می کویت و امارات و عربستان چرا من مصرف نکنم پس من باز می چون باورم بود که حکومت در حال غارت مملکت هست اما اینجا در امریکا این اتفاق نمی زمانی که اعلام شد که چنین کمبودی وجود داره همزمان فعالیت رسانه ای فرهنگی، ساختاری، مشارکت گروه که حتی به سراغ کسانی رفتن که خانه های میلیون دلاری دارند با این درون ها یا این هلیکوپتر هایی که دوربین بهشون وصل درباره خونه های اینها فیلم برداری میکردن در فضای مجازی اینها رو رسوا میکردن که دارن آبیاری میکنن یعنی تمام ابزاری که وجود داره توی مشارکت مردم و حکومت در راستای این قضیه قرار میگیره که جلوی همچین قضیه گرفته شه و بعد مردم باور ندارند که حکومتی که در این منطقه حاکم هست حالا چه دولت فدرال چه دولت محلی در حال قارت منابع کشورشون یا منطقه‌ای هستند که اونها زندگی میکنن این بنیادی در این تفاوتیه که وقتی به این دو تا جامعه نگاه میکنیم یعنی نوع اعتمادی که به حاکمیت دارند تفاوت میکنه بین ایران و حالا حداقل حد کالیفرنیا به عبارتی مردم کالیفرنیا دولت محلی رو دولت منطقه‌ای رو دولت ایالتی رو از خودشون میدونن برخلاف اون چیزی که ما در ایران داریم خب در طول قرن هم عملا همین اتفاق افتاده و به این نقطه رسیدیم که خیلی از مردم میگن خب بذار دیگه که برای من نمیجوشه بذار سر سگ بجوشه اما اینجا ما داریم راجع به فلات ایران صحبت میکنیم راجع به آینده فرزندانمون صحبت میکنیم راجع به آینده ای که داره سال به سال یک به قول معروف بدتر و بدتر میشه ما عملا اگر بخوایم پیش بینی کنیم که تا 20 سال دیگه چه بخشی از جمعیت ایران از فلات ایران مهاجرت کرده رقم هایی که داریم بهش میرسیم بالای 10 میلیون نفر هست یعنی اگر امسال اروپا با بحران بزرگی روبرو شد به خاطر مهاجران سوری احتمال زیاد در ده تا 20 سال دیگه ما با یک بحران بسیار بزرگ اجتماعی مواجه خواهیم شد و کشور منطقه قادر نخواهند بود خیلی از ایرانیان رو بپذیرند و ممکنه ما جنگ های داخلی داشته باشیم اتفاقات داخلی داشته باشیم خشونت هایی داشته باشیم که در سوریه در یمن در عراق به خاطر خوشتالی تجربه شده یکی از مسائلی که همیشه مطرح میشه این هست که بایستی آگاه کنیم مردم رو نسبت به اتفاقاتی که در کشورهای دیگه افتاده و بدونن چی پیش میاد مسئله خشونت یکی از اون اتفاقات است که به خاطر دفاع از حقوق منطقه مردم یک منطقه با منطقه دیگه ممکنه درگیر بشن فکر میکنی با توجه به اون چیزی که در ایران سراغ داری ما به اون سمت خواهیم رفت یا نه ببین این که به اون سمت میانه کار من نیست یعنی من نمیتونم بشنم یه همچین استراتژی رو بتراشم و بگم که پشت این اتفاقاتی که داره میفته یه همچین رویدادی هست قطعا باید باشه به دلیل اینکه خیلی ها مثل تو که مسائل لازم برای بقای یک زندگی امن یا تمدن پا رو بررسی میکنن مثل زیرساخت های شهری محیطی اجتماعی آب و ده ها مسئله دیگه که اون آبادانی رو ایجاد میکنه این هشدار رو دارند میدن چیزی که من میتونم ببینم این هست که جامعه ما جامعه هست که متاسفانه نسبت به این مسئله احساس اهمیت نمیکنه یعنی ما نسبت به ده سال آینده خودمون نسبت به 20 سال آینده خودمون اصلا در جامعه فکر سازنده نداریم در جامعه کشورمون در ایران خودمون من نوعی به زندگی خصوصی خودم اون هم در یک برهه دو ساله چهار ساله نگاه میکنم نه در یک برهه بلند مدت برای ده سال 15 سال دیگه دلیل عدم وجود ساختار اقتصادی مناسب کسی هم که صاحب این ساختار اقتصادی مناسب در جامعه هست چون به صورت فردی داره ماجرا رو نگاه میکنه به این فکر میکنه که خب به دلیل دارندگی این امکان رو که نقل مکان کنم و از طبقه عمومی جامعه فاصله داشته باشم و در هر کجایی که دلم بخواهد بتوانم با کسب یک شهروندی دوم یا تابعیت دوم زندگی کنم دارم پس به این مسئله او هم نمیپردازه وظیفه پرداختن به این مسئله کیست حکومت حکومت چرا این مسئله رو نمیبینه چون در اولویتش زیست بوم قرار نداره زمانی به این مسئله اهمیت میده که در قالب زنگ خطر جدی رخ میده مش... مثال واضحش که دیگه برای همه روشن هست دریاچه ارومیه است کی ما به دریاچه ارومیه پرداختیم پر زمانی که این مسئله از یک زنگ خطر جدی یا خط قرمز جدی رد شد نه قبل از اون در حالی که اگر چهار سال پنج سال قبل از این زمانی که خود کارشناسان زیست محیطی به این مسئله واقف بودند و هشدار دادند به این مسئله میپرداختیم قطعا جلوی اتفاقات بعدی گرفته میشد نمونه بعدی فاجعه ای در راه برای تهران بر اساس زلزله بهرام عکاشه سی سال داره حنجره خودش رو پاره میکنه که آقا وقوع زلزله در این شهر فاجعه آمیزه ما هر وقتی زلزله کوچولوی یه برای دنیا یک ور ایران بیاد به این مسئله حساس میشیم دو تا برنامه موج خبری تو رسانه ها این سمت اون سمت بعدا فراموش میشه برمیگردیم به زندگی چرا چون مردم گرسنن چون به نان محتاجن چون اینکه من کلاه سر تو بذارم یا کلاه تو سر من نگذاری 200 تومن 300 تومن بیشتر در بیاریم و زندگی آرام تری داشته باشیم برامون مهمتر از اینه که این سفره رو که داریم حفظ کنیم نتیجه مدیریت مائده سالهاست ما یاد گرفتیم چیزی رو که وجود داره یک نعمت خداداد هست مدیریت ماعده کنیم یعنی چی یعنی این هست ما مردم دیگر رو بزنیم کنار دوست و آشنا و رفیق و فامیل رو بیاریم سهم بدیم بهش سر این سفره پس سفره رو پاس نمیداریم ماعده میان سفره که برای وجودش هم زحمت نکشیدیم با زحمت بین خودی ها تقسیم میکنیم این تفاوت بنیادین در نگاه به ما در زمین هست جایی که ما داریم درش زندگی میکنیم حالا این میخواد به وسعت یک شهر، یک روستا، یک کشور، یک فلات باشه که متاسفانه میبینیم امروز در غرب این فلات قاره یعنی در جاهایی مثل عراق امروزی این فاجعه ای که تو بهش اشاره کردی شکل پیدا کرده و طبیعتاً پله پله به سمت شرق ادامه پیدا خواهد می‌بینی خیلی از جامعه شناسان بسیار از روشنفکران دارن راجع به مسائل زیست محیطی اظهار نظر میکنن بحث میکنن مردم رو سعی میکنن آگاه بکنن به آینده‌ای که ممکن است به ضرر فرزندانشون بشه اما مثلا ما در ایران معدود کسانی رو داریم که راجع به مسئله آب محیط زیست حرف بزنن یوسف عوازری در مجلس بزرگداشت یا مجلس نقد یک خواننده پاپ اومد بحثی رو مطرح کرد فیلم مستند ماهی ها در سکوت میمیرندی که در سیستان بلوچستان راجع به اونجا ساخته شده بود رو بحث کرد و گفت مردم ما توجه نمی کنن. روشن فکران ما بسیار کم به این مسئله توجه می به نظر تو چه کاری باید انجام بدی باید انجام بدهند کسانی مثل تو که این پیام رو به روشن فکران و جامعه شناسان داخلی برسونن که مسئله رو جدیتر بگیرن نیکا هنگ نازدارین بسید یه ذره بحث رو بزرگتر کنم ابعادش رو و فقط به محیط زیست نپردازیم یکی از بزرگترین مشکلاتی که جامعه روشن فکری ما در طول سه دهه گذشته باهاش مواجه بوده و متاسفانه این مشکل به امروز جامعه ما در ابعاد عمومی تسری پیدا کرده همه چیز دانیست زمانی که من احساس کنم یه سری اطلاعات غلطی که من دارم که پایی علمی هم نداره کاملا درسته و بعد با یک تکاپوی ویژه یک جهد مشخص در اثبات نظریات غلط خودم هم پافشاری داشته باشم از پذیرش دانش و آگاهی واقعی و طبعات اون سرباز میزنم من احساس میکنم یکی از بزرگترین دغدغه اینم مشکل برمیگرده به اینکه ما مملکت رو دادیم دست سری آخوند که قبل از این بالای منبر در مورد همه امور دنیوی و اخروی انسان اظهار نظر میکردند و من نوعی که پای این منبرها که حالا رادیو تلویزیون دولتی ایرانم هم به همین منبرها تبدیل شده به مرور زمان یاد گرفتم منم یه آدم همه چیز دارم شما در مورد هر مسئله ای به هر ایرانی که بگی برات میشینه اینجا نطق میکنه خطابه میخونه و اظهار فضل میکنه در حالی که میبینی 80 درصد گفتمان او غلطه این همه چیز فهمی همه چیز دانی یا توهم این فیلسوف بودن که در جامعه ما به صورت عمومی امروز اپیدمی شده و وجود داره بزرگترین صد در مقابل درک درست از شرایط آینده است درک درست از اتفاقاتی است که میفته چون من احساس میکنم خیلی میدونم خیلی میفهمم و بر اساس این خیلی دانستن خیلی فهمیدن از درک حقیقت عاجز میشم خب ما یک کسی رو داریم مثل چامسکی یه نفری داریم مثل هاوارد زین و از این جور افراد در دانشگاه های آمریکایی این جور فلاسفه در حقیقت حوزه های عمومی بسیار زیاد داریم و نکته که هست مطالعه میکنن راجع به مسائل عمومی تحقیق میکنن و بعد بر اساس یک چارچوبی میان حرفای خودشون رو میزنن اما ما این رو در میان ایرانی ها نداریم خب مثلا من با رامین جهان بگرو که یک فیلسوف شناخته شده است صحبت میکردم میگفت این نقطه ضعف ماست که راجع به محیط اون پایگاهی که ما درش داریم زندگی میکنیم و پایه حیات ماست تحقیق نمیکنیم نگاه نمیکنیم حرف نمیزنیم و این عیب ماست چه جوری آیا بایستی به روش شرمنده کردن پیش رفت که متفکرین ایرانی الیت ایرانی رو شرمنده کرد که راجع این مسائل بیشتر توجه کنن چون آیندگان رو در بر میگیره یا نه همینطوری گذاشت مثلا راجب به قبض و بست روحانیت و دین راجع به این که برفرض برفرض یک چیزی به قول معروف از جبرایل رسیده یا طرف خواب دیده حرفی رو زده نباید از اون انتقاد که گذاشت هر کار خودشونو بکنه ببین یادم هست تو خیلی پیش از اینها در فیسبوک شخصی یک جمله نوشتی که بحث آب برای بسیاری از روشنفکران ایرانی نظریه پردازان ایرانی نان ندارد خیلی بیرو در باستی این جمله فیسبوکی تو که شاید یک درد و دل بود صحیح استاتوسی است که میشه به وضعیت فعلی نگاه به محیط زیست در ذهن کسانی دانست که یا الیت اجتماعی هن، یا برنامه ساز تلویزیونی هن، یا ببین من به عنوان مجری به عنوان برنامه ساز به عنوان یک کنشگر اجتماعی به عنوان کارشناس یک حوزه عمومی باید یه حرفی بزنم که اون حرفم در یه حالت انقلابی در یه حالت شعارگونه به دهن مردم جذاب بیاد واسه همین وقتی مثلا یه طوفان شن میاد آب و هوا فلان وقتی اهواز در ردی شهرهای آلوده آلوده ترین شهرهای جهان قرار میگیره یه همچین برنامه‌ای وقتی که دهها مسئله دیگه میدونی منظورم چیه پس به این ترتیب من فکر میکنم ما بایستی کاری بکنیم که من روشن فکر من اهل مطالعه در حوزه های عمومی من جامعه شناس من کنشگر اجتماعی من برنامه ساز رادیو تلویزیون احساس کنم که در پرداختن به آب نانی مهمتر از کیسه جیبم نهفته است که به کش و اون برم تا جامعه رو هم با خودم به این سمت همراه کنم این مسئله توجه الیت رو جلب کردن خب میمونه وظیفش بر کی هست آیا وظیفش بر مردمی هست که با زندگی روزمره مشکل دارن نان شب رو نمیتونن به دست بیارن یا اهالی رسانه مثلا بایستی به این قضیه توجه کنن که بخششون فقط توجهشون به دعوای هیدری نعمتی مجلس هست مجلس خبرگان هست چه کسی؟ و نکته دیگر تا کی بایستی حرف زده بشه که به قول معروف مردم بپسندن نه اینکه واقعیت گفته بشه بخشی از مشکلات رسانه ها این هست که مجریان رسانه ها تحلیلگران رسانه ها حرفهایی رو میزنن که به دهان برخی ها شیرین بیاد نه اینکه واقعیت رو بگویند ببین نه فقط باز میگم نه فقط در همین موضوع در کلیه امور وقتی از لحاظ علوم اجتماعی به ماجرا نگاه میکنیم ما دو حوزه مسئولیت داریم یکی حوزه مسئولیت اجتماعی که جامعه در قبال یک رویداد رفتار یا معزل پیشه باید بکنه یکی حوزه مسئولیت فردی که متعاقب از اون حوزه مسئولیت اجتماعی نقش پذیری گونه های مختلف اجتماعی در قالب های فردی یا کانون های مختصر رو لحاظ میکنه وقتی حاکمیت به عنوان بزرگترین رکن سازنده اجتماعی یا ادامه دهنده تمدن نسبت به این مسئله حاضر و سرمایه گذاری نیست یا به عبارتی ما یک حکومت نامسئول در یه حوزه ای داریم قطعا کنشگرانی در حوزه های خصوصی وارد امر میشن این حوزه ها کی همون انجیو ها سازمان های مردم نهاد سازمان های فرهنگی اجتماعی زیست محیطی که میان روی یه مسائلی از این دست سرمایه گذاری میکنند و تلاش میکنند این مسائل رو به عموم جامعه ارائه کنند تو ایران ما شما برو الان یه انجیو باز کن به هدف جمعآوری زباله از دامنه های البرز پس فردا شما رو بازداشت میکنن به این دلیل که شما خلاف امنیت ملی فعالیت کردید دختر و پسر با هم رفتید ریشه ایتر بعد با مسئله برخورد کنیم این یه نکته یه نکته رو بذار این سمت سر تا سر دین خودمون دین مبین اسلام به عبارتی ما چقدر آیه یا گفتمان پذیرنده برای این مسئله که زیست بوممون رو تکریم کنیم داریم نداریم یعنی واقعا اگر شما به روش کار کنیم می‌بینی به شدت در این حوزه ادبیات مذهبی ما فقیره البته یه چیز اضافه کنم ما اگر به فرهنگ به قول آشورایی نگاه بکنیم به کسانی که آب رو صد کردند همیشه لعنت فرستادیم یعنی میشه اینطوری به نحوی صد سازان رو هم با یزیدی ها و شمری ها مقایسه کرد <applause> این برمیگرده به اون تنز تو به اون تنزبینی تو ولی متاسفانه ما در ادبیات مذهبی مون موضوع زیست بود موضوع محیط زیست همیشه در حالتی از ابهام وجود داشته اصلا پیش پرداخته نشده دیلم داره دین اسلام از یک صحرا آمده بهشتش بر بهشت برینش یک باغ پر از میوه و لذت هست و جهنمش هم آتش ولی خب بالاخره از صحرا آمده آب براش اهمیت داشته آب اهمیت داشته ولی در پاسداشت آب و تکریم آب و نحوه آبداری و نحوه برخورده با آب و نحوه حفظ و ممارست در حیاتی که من، وابسته به آب هست ما نده. حالا این بحث مذهبی نیست میخوام بگم که چون ما در آیه ای نداریم مثلا صد تا آیه داریم ما در مورد چگونگی قسل صد تا موضوع داریم در مورد ده ها مسئله دیگه اصلا نمیخوام وارد این بحث در مورد جهاد هزاران آیه ما داریم در مورد جهاد ولی یک ای آیه در مورد پاسدش زیستبوم نداریم این میشه که ما میبینیم گروه های تکفیری جهادی در جامعه اسلامی گسترش پیدا میکنن اما ادبیات حفظ زیستبوم گسترش پیدا نمیکنه چون ما میگیم آقا تو برو شهید شو خدا بدین بهشت رو میده این نیست که تو خودت بخوای این بهشت رو بسازی ساختن بهشت وظیفه ی انسان دیده نشده در حالی که در بسیاری از منشهای امروز اجتماعی ما به این نتیجه رسیدیم که آقا این بهشت رو ما باید بسازیم این بهشتی که نموداری از دار، درخت، آبادانی، سربلندی، هوای خوب، پاکیزه و دهان امت زمینی است که این بهشت آسمانی رو برای من و شما معنا میکنه در هیچ فراز عبری البته وجود در ایران داریم دارش رو داریم فقط یه نکته رو من اضافه بکنم <applause> اینکه خیلی از مردم و خیلی از حجاج نمیدانند آبی که به عنوان آب زمزم بهشون داده میشه آب زمزم نیست چون آب زیرزمینی اون منطقه انقدر بد هست یک کارشناس این رو به من گفته البته نمیخواد اسمش تربشه چون از جانش میترسه ولی آب رو دارن وارد میکنن